امروز میخواییم داستان پسری رو براتون تعریف کنیم که عشق دوران مدرسه‌ش رو 11 سال گم میکنه و زمانی که پیداش میکنه میفهمه شوهرش همیشه آزارش میده و به خاطر همین تصمیم میگیره دختره رو از این شرایط تخمی نجات بده. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم Under Your Bed. در ابتدای داستان پسری به نام میتسوی رو میبینیم که زیر تخت یه دختر خودش رو مخفی کرده و داره به پاهاش نگاه میکنه. اون اونقدر اونجا میمونه که از شدت خستگی خوابش میبره و چند ساعت بعد که بیدار میشه میبینه یه مرد دختره رو روی تخت زمین میزنه و بعد اینکه لباساشو در میاره شروع میکنه به تلمبه زدن و میتسوی هم به خاطر این اتفاق دچار سوزش سوراخ تحتانی میشه. بعدش میریم به 11 سال قبل و میتسوی رو توی کلاس مدرسهش میبینیم و میفهمیم که اون آدم گوشه‌گیریه و از ارتباط با بقیه همکلاسی‌هاش دوری میکنه و حتی عکس دست جمعی همکلاسی‌هاشو حواله میده به دودول دوران کلاس پنجمش. کلن مغز میتسوی از 1% مغز و 99% گوزانیوم غنی شده تشکیل شده، وگرنه مدارس ژاپن نیمی از زندگیه. خلاصه یه روز سر کلاس معلم از میتسوی سوال درسی میپرسه، اما اون تو جواب دادنش میمونه و یه دفعه یه دختر به اسم شیهیرو با شعار در ناامیدی بسی امید است، گر تقلب نکنی برگ سفید است، بهش علناً تقلب میرسونه. و بعد از کلاس میتسوی کمر همت رو رگ به رگ میکنه و میره سمتش و شروع میکنن به حرف زدن و بعدش برای کوفت کردن یه فنجون قهوه به یه کافی شاپ میرن. اونجا میتسوی به شیهیرو میگه من عاشق ماهیم و شیهیرو هم میگه منم یه مدت یه آکواریوم داشتم. 11 سال میگذره و ما میفهمیم میتسوی اون موقعها نتونسته محتوای جعب سیاه شیهیرو رو رویت کنه و حالا بعد این همه سال که گمش کرده خرطوم فیلش یاد شیهیرو کرده و تصمیم میگیره که پیداش کنه. اون از طریق دانشگاه میفهمه که شیهیرو با مردی به نام هاماساکی ازدواج کرده و بلافاصله میره جلوی خونش تا خودش رو سر راهش قرار بده به امید اینکه شیهیرو اونو به یاد بیاره و بتونه جبران مافات کنه. یکم بعد شیهیرو از خونه میزنه بیرون و بدون اینکه میتسوی رو بشناسه از کنارش بی‌تفاوت رد میشه. اما میتسوی کوتاه نمیاد و روبروی خونه شیهیرو یه مغازه و سویت بالاش رو اجاره میکنه و میبینیم که عکسای قدیمی شیهیرو رو میزنه به دیوار سویتش و اون مغازه رو تبدیل به خدمات آکواریومی میکنه. اون یه مانکن میذاره تو خونش که بتونه لمسش کنه و یه وقتایی باهاش حال کنه. اما هدف اصلی میتسوی از اجاره اون مغازه و سویت دید زدن شیهیرو بوده و میبینیم که با یه دوربین درست و حسابی داره به پنجره خونش نگاه میکنه و بعدش میفهمه که اون یه دختر کوچیک داره، اما شوهرش اونجا نمیبینه. و یه شب که شیهیرو از حموم میاد بیرون میتسوی اندام پاخروسیشو دید میزنه و یکم بعد متوجه ورود شوهرش میشه که با شیهیرو مشغول خوردن شام میشه که یه دفعه اون مرد شیهیرو رو کتک میزنه و پرده ها رو میکشه. روز بعد میتسوی یکم میره جلوتر و میبینه که شوهر شیهیرو میخواد بره سر کار و شیهیرو بدرقش میکنه و وقتی صورتش رو برمیگردونه میبینیم که دیشب یه بادمجون کاشته زیر چشمش. بعدش میتسوی واسه شیهیرو یه دسته گل و یه یادداشت عاشقانه میفرسته، اما اون به محض دریافت گل میندازتش داخل سطل آشغال. خلاصه یه روز شیهیرو وارد مغازه میتسوی میشه و میتسوی که بد جوری کپ کرده بهش پیشنهاد میده که تو خونه‌اش براش آکواریوم نصب کنه و اونم قبول میکنه. میتسوی آکواریوم رو نصب میکنه و بعدش موفق میشه که کلید خونش رو برداره و بعد کپی کردنش برش میگردونه و این بار یه فندک رو برمیداره که یه میکروفون کوچیک رو داخلش نصب کنه. همون شب در حالی که میتسوی فندک رو داخل اتاق خواب گذاشته میشنوه که هاماساکی انواع پوزیشن های هاردکور و شکنجه های وحشیانه رو برای زنش اعمال میکنه. خلاصه میتسوی بعد یه مدت میفهمه که اینجوری فایده نداره و باید بره زیر تختشون مخفی بشه تا بتونه از نزدیک این اتفاقات رو ببینه و میبینیم که نقشش رو عملی میکنه. یه شب که میتسوی داره بهشون نگاه میکنه میفهمه که هاماساکی یادداشت عاشقانه ای که میتسوی برای شیهیرو فرستاده بود و پیدا میکنه و به خاطر همین شروع میکنه به کتک زدن شیهیرو و میتسوی هم زیر تخت نظارگر گندی که زده میشه. و بعدش هاماساکی شیهیرو رو میبره تو حموم و سرش رو چندین بار میکنه زیر
خوابو در میاره. بعدش میبینیم که هاماساکی روی تخت خواب کپه مرگشو گذاشته و نیمه های شب میتسوی از زیر تخت میاد بیرون و میره طبقه پایین و شیهیرو رو زیر دوش پیدا میکنه و سعی میکنه گرمش کنه. صبح که میشه شیهیرو از خواب بیدار میشه و میبینه دوتا پتو روش کشیده شده و اینجاست که حضور یه نفر دیگر رو داخل خونش احساس میکنه و میگه کمکم کن. اما تو همین لحظه میتسوی خوابیده و صداش رو نمیشنوه و یاد ایام قدیم میفته که وقتی 11 سال پیش رفته در خونه شیهیرو، شوهر حرومزادش کشیدتش داخل خونه و یه کتک درست و حسابی بهش زده و وقتی شیهیرو خواسته جلوشو بگیره، هاماساکی شروع کرده به کتک زدن شیهیرو که بعدش میتسوی با استفاده از برقی که به آکواریوم وصله بهش شوک میده و بعد شیهیرو برای تشکر توی تاریکی اونو میبوسه و دراز میکشه تا کیسش رو در اختیار فلش مموری میتسوی بذاره. بعدش برمیگردیم به امروز و میبینیم میتسوی یه شوکر تهیه کرده و از اون طرف مادر شیهیرو بهش زنگ میزنه و میگه پدرت داره میمیره. اون شب سر شام شیهیرو از شوهرش اجازه میخواد که بره پدرش رو قبل از مرگ ببینه و تو همین لحظه ما میفهمیم که میتسوی با شوکر تو دستش پشت پرده مخفی شده و به حرفاشون گوش میده و میشنوه که هاماساکی به شیهیرو میگه مثلا فرض کن رفتی باباتم دیدی. خب که چی؟ شیهیرو هم یه چک میزنه زیر گوشش و هاماساکی چنگالو میکنه تو دستش و میگیرتش زیر مشت و لگد و تو همین لحظه میتسوی میخواد بهش شوک بده اما تخمشو نداره و میکشه عقب و به خاطر فقدان خایه‌هایی با سایز مناسب شروع میکنه به گریه کردن و وقتی برمیگرده به سویتش اصلا نمیتونه به خاطر بی‌عرضگیش خودشو ببخشه و یه شوک میزنه زیر گردن خودش. روز بعد اون متوجه میشه که شیهیرو سوار ماشینش میشه و بعدش از طریق میکروفون داخل فندک میفهمه که شیهیرو میخواد برای همیشه از اونجا بره و میتسوی تلاش میکنه بهش برسه اما موفق نمیشه. حالا ممکنه بپرسید میتسوی قبلا ترتیب هاماساکی رو داده بود اما الان چرا ریده؟ باید بدونید که اونا همش کوشرهای ذهنی بود که میتسوی از خودش ساخته بود و واقعیت اینه که آخرین باری که اون شیهیرو رو دیده همون روزی بود که تو کافه با هم قهوه خوردن. بعدش میبینیم که شیهیرو به یه هتل رفته و اونجا میکروفون داخل فندک رو پیدا میکنه و تو همین لحظه هاماساکی پیداش میکنه و بازم شروع میکنه به کتک زدنه. شیهیرو یه چاقو برمیداره که از خودش دفاع کنه اما هاماساکی اونو ازش میگیره و شیهیرو هم از صاحب اون میکروفون کمک میخواد که یه دفعه میسوی از پشت به شوهر شوک میده و بعد شیهیرو با تعجب اونو میبینه و سعی میکنه هاماساکی رو خفه کنه که میتسوی میگه صبر کن بذار خودم برات ترتیبشو بدم. آخر داستان هم میبینیم که میتسوی خودش رو به پلیس تحویل میده و شیهیرو که عکسای داخل سویتش رو میبینه میفهمه میتسوی همون همکلاسی 11 سال پیششه و خب چه فایده، چون میتسوی نکرده و ناکام راهی حبس ابد میشه. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.